گفتن که ازدواج یک تعهده که این روزا کم پیدا میشه، امنیت و حس تعلق. خب اولا مرسی، بسیار بسیار زیبا مطرح کردین، ولی خیلی از عزیزان وقتی که ما راجع به تعهد صحبت میکنیم، تعهد رو بیشتر به عنوان وظیفه، اجبار، عدم داشتن انتخاب دیگه‌ای، عدم داشتن راهی دیگه‌ای، زندانی بودن، گیر افتادن، چاره نداشتن و امثال اینها میبینن. برابر این تعهد رو به عنوان یک انتخابی که من آزادانه اعلام میکنم که این تعهد منه و بعد پاش میستم مسئولانه، چون خودم انتخابش کردم و تحت هر شرایطی، تعهد یعنی تحت هر شرایطی، یعنی فرادلیل، یعنی نامشروط، من پای اون چه که بهش خودم با انتخاب خودم دارم تعهد میکنم میستم. خب ما این رو همونطور که این عزیز گفتن، ما در دنیای امروز تعهداتمون این شکلیه که خب تا موقعی که برای من کار کنه، تا موقعی که من طرف رو دوست داشته باشم، تا موقعی که آسون باشه، تا اون موقعی که مشکلی پیش نیاد، تا اون موقعی که پا روی ارزش‌های من گذاشته نشه، تا موقعی که حد و مرزهای من بهش احترام گذاشته بشه، تا موقعی که من دوست ناراحت نباشم، تا موقعی که احترام به من گذاشته بشه، همه اینا درسته. ولی توصیه من بهتون این استش که اگر به مشکلی برمیخورین در ازدواجتون که ارزش هاتون، حد و مرز هاتون، دوست داشتنتون، علاقتون و یا خود رابطه با مشکل روبرو میشه، هر شرایطی رو حاضر باشین کمک براش بگیرین و برطرفش بکنین و خیلی زود میدون رو خالی نکنین. ما خیلی از ازدواجایی رو که میبینیم که آدم رو به هم میزنن، طلاق میگیرن، سالها توی جنگن یا طلاقهای به اصطلاح پنهانی گرفتن، دلیلش این استش که اون آدمه حاضر نشده اون مشکل رو حل کنه، یا حاضر نشدن برن راه حل پیدا کنن، یا حاضر نشدن برن کمک بگیرن، یا حاضر نشدن مسئولیت خودشون رو پیدا کنن، ببینن که خب مشکل من تو این رابطه، من چی کار داشتم میکردم که این مشکل پیش اومده. به همین علت فرار میکنن یا دعوا میکنن یا قهر میکنن به جای اینکه مشکل رو حل کنن، یا میرن یه مشکل دیگه بهش اضافه میکنن، خیانت میکنن، یا جاهاشون از هم جدا میکنن، یا میرن ازدواج دیگه ای میکنن، صیغه میکنن، یا اصلا کامل دورن از هم دیگه، فاصله دارن با هم دیگه، توی خونه دارن زندگی میکنن ولی اصلا با هم ارتباطی ندارن. همه اینها راه حلایی است که در اصل به خود ازدواج آسیب میرسونه. توصیه ما این استش که بیایم ببینیم چجوری میشه این تعهد رو به عنوان یک انتخاب، به عنوان یک راهی که خودمون توش رشد کنیم. یعنی وقتی به اون دیوار میخوریم و میبینیم من بلد نیستم اینو چجوری حلش کنم، بفهمیم که آها اینجا اونجاییه که من برم دنبال این بگردم که چقدر باید رشد کنم، چطوری باید رشد کنم که بتونم تو این رابطه حس تعلقم رو نگه دارم، امنیتم رو نگه دارم، به اون طرفم حس امنیت بدم، حس تعلق به اون طرفم بدم. حس تعلق یعنی به میزانی که من به دیگری عشق میدم، به میزانی که از دیگری عشق رو حاضرم بپذیرم، به میزانی که دوست داشتنی هستم، به میزانی که به یک کس دیگه دوست داشتن رو انتقال میدم، به میزانی که شفافم توی رابطه، به میزانی که طرف من با من شفافه توی رابطه و این امنیت به وجود میاد که ما هیچی رو از هم دیگه پنهان نداریم.